يا رسول الله وقدوتنا. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سوال 17 چنین بود: در چند سالگی پیامبرمان صلی الله علیه و سلم خانه کعبه را تعمیر و تجدید کردند. تعمیر و تجدید خانه کعبه در 35 سالگی پیامبرمان صلی الله علیه و سلم برپا گشت، چون در اثر آفتهای طبیعی دیوارهای کعبه خراب شده بودند. قریشی ها به خلاصه آمدند که خانه کعبه را از نو می سازند. چون برای از نو تعمیر کردن باید دیوارهای کهنه را بکندند، این عمل همه آنها را در حراس افتاند. آنها می ترسیدند که غضب خدا به آنها گرفتار نشود و اولین شخصی که به کندن دیوار شروع کرد این ولید ابن مغیره بود. بعد از آن دیگر قریشی ها هم به او پیوست شدند و آنها دیوارهای کعبه را تا اساسی که حضرت ابراهیم با همراهی اسماعیل علیه السلام گذاشته بودند تا آنجا کندند و از آن از پایه اساسی از نو دیوار کردن را شروع کردند و به هر یک قبیله قسمتی از دیوار دادند تا همه قریشی ها سهم خود را در ساختن این بنای مقدس گذارند. وقتی که به جمع کردن مبلغ شروع کردند، از همه قریشی ها خواهش کردند که پولهای حلال را بیارند و از پولهایی که برای دزدی یا که غارتگری یا که فحشا یا که ریبا به دست آوردند، این پولها را به ساختن خانه مقدس صدقه نکنند. زمانی که بنای خانه به جای رسید که باید حجرالاسود یعنی سنگ سیاه در جایش نصب شود، اختلاف شدید میان قبیله های قریش رخ داد، زیرا هر یکی از آنها می خواستند این کار به دست آنها تمام شود و این افتخار نصیب آنها شود. این اختلاف مدتی 4 یا 5 شبانه روز طول کشید تا اینکه ابو امیه که سال خورده ترین افراد قریش بود گفت: پیشنهاد من این است که اولین کسی که از در مسجد وارد می شود او را در این مسئله داور قرار دهیم و نظریه او را همگی بپذیریم تا مشکلی حل شود. قریشی ها پیشنهاد او را پذیرفتند و منتظر آن بودند که چه کسی از در مسجد وارد می شود. ناگهان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شدند. چشم آنان وقتی بر او افتاد گفتند: این امین است، این محمد است، ما بر رعی او راضی هستیم. محمد صلی الله علیه و سلم که از این جریان خبری نداشتند، وقتی که از قضیه آگاه شدند، جامه را به زمین گذاشته حجرالاسود را در بالای او گذاشتند و گفتند: هر یک از قبیله ها از طرف این جامه بگیرند تا همه در این افتخار صاحب باشند. قریشی ها اطراف جامه را گرفته بالا بردند تا به جای رسید که باید حجرالاسود در آنجا نصب شود. آن وقت محمد صلی الله علیه و سلم دیدند که اگر گذاشتن سنگ را به دیگری واگذار کنند، اختلاف و نزاع به وجود می آید. بنابراین شخصا خود پیامبر صلی الله علیه و سلم حجرالاسود را برداشته به جایش گذاشته و با این تدبیر عالی اختلاف را به کلی از میان برداشتند. این قضیه به خوبی شخصیت عظیم اجتماعی محمد صلی الله علیه و سلم را روشن می کند و از طرف حسن تدبیر و فکر درست او را که ناتنجی وحشتناک را به خونریزی و نبرد انجام داد آشکار می کند. با این تدبیر دانسته می شود که وی شایسته مقام پیامبری، پرچمدار انقلاب آسمانی و مقدس بوده است. برادران و خواهران عزیزم،
این یک درس عبرت است برای ما، چون ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک اختلافی که در بین قبیله ها بود او را با راه خوبی حل کردند. و اگر امروز در بین مسلمان ها اختلاف به وجود آید، ما باید با حسن تدبیر و فکر درست آن را حل نماییم. این بود معلومات مختصر درباره تعمیر و تجدید خانه کعبه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ابدا لا تنسى من اصلحها فغدت ترسى سهما رمحا سيفا طبعا.